گل سرسبد هفته هنرهای شرقی و خاورمیانه در مؤسسه سادبیز، این اثر از مجموعه آثار نقاش‌های اروپایی و سوژه‌هایی در جهان اسلام در شرق. این اثر از لودویگ دویچ، نقاشی از سال 1902، بیش از 100 سال پیش، تحت عنوان نماز صبح. اینها نقاشی‌هایی با دیدی رمانتیک از کشورهای خاورمیانه. این یکی تصویری از یک میوه فروش، از چارلز ویلدر، نقاش اتریشی قرن 19. در میان آثار اسلامی اینجا تعداد زیادی نقاشی‌های مینیاتور از ایران و هند و همچنین پورترهایی از زمان قاجار در ایران. اینجا دو پورتره از دو زن از آن دوران. و این مظفرالدین شاه، نقاشی شده ظاهراً از یک عکس از پنجمین پادشاه سلسله قاجار، عکسی که امروز در موزه بروکلین نگهداری می‌شود. سادبیز امسال 40مین سال عرضه هنرهای اسلامی رو در حراجهایش جشن می‌گیرد. این اتاق آثار نقاشان معاصر ایرانی و عرب. باید بگم که این دفعه خیلی برامون مهم بوده که یک نمایشگاه مهمی داشته باشیم. برای اولین بار بعد از 4 سال سادبیز در لندن یک حراج آثار مدرن و معاصر از هنرمندان ایرانی و عرب عرضه میکنه و این اتاق به خصوص کارهای خیلی مهمی توش هست. اینها همه از جمله همین منوچهر یکتایی از هنرمندان بسیار محبوب ایرانی که خودش در نیویورک زندگی میکنه، هنر تجسمی رو به یه صورت دیگه تعبیر کرده و خلاصه بسیار قدم مهمی رو در دوران هنر ایران گذاشته. قیمت این اثر تا 35,000 دلار تخمین زده شده. و این پورتره کار لیلی متین دفتری، پورتری از یکی از دوستانش که حدود 50,000 دلار قیمت گذاری شده. متخصصان سادبیز میگویند با برداشته شدن تحریم ها از ایران، خریداران خارجی به کارهای هنرمندان ایرانی احتمالاً دسترسی بیشتری خواهند داشت، چیزی که میتواند رونق تازه‌ای به بازار کار هنرمندان ایرانی بدهد. کار مهم دیگر اینجا این اثر از رکنی هایریزاده که کارهایش این روزها بیشتر و بیشتر طرفدار پیدا میکند، رقص خنجر. رکنی هایریزاده یکی از ستاره‌های این مجموعه است، یکی از هیجان انگیزترین نقاش‌های معاصر ایران. این نقاشی اول چند سال پیش در گالری ساچی لندن در یک مجموعه آثار نقاشان ایرانی به نمایش گذاشته شد و این یکی از مهمترین آثار اون مجموعه بود. این یکی از کارهای کمتر سیاسی اوست که میتونه برای خیلی‌ها جالب باشه. بخش دیگری از این حراج مجموعی از آثار هنری و اشیاء متعلق به فریدون آف، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی. مجموعی از آثاری که او طی سالها جمع‌آوری کرده از نقاشان و هنرمندان معاصر ایران، از کارهای اولیه فرهاد مشیری، هنرمند معروف، چون فریدون آف کسی بود که واقعا کارهای مشیری رو کشف کرد. از آثار دیگر در این مجموعه شخصی، این اثر از حسین زنده‌رودی به نام عین از سال 1970 که تا 200,000 دلار قیمت گذاری شده. و این اثر از فرهاد مشیری بدون نام از سری کوزه، این هم تا 170,000 دلار قیمت گذاری شده. شاه و ملکه هایش هم اینجا در حراج های این هفته سادبیز جای خاصی دارند. این اثر به نام شاه و سه ملکش اثری از افسون و این یکی از فرهاد احرارنیا به نام فرح پهلوی، تصویری از آخرین روز آخرین ملکه ایران در تهران. کسرانجی، بی بی سی، سادبیز، لندن.